بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گلم. این دامداری من عزیزان، همینطور که میبینید این آخورها را برای خندش درست نکردم. یه زمان این آخورها پر گاو بوده و الان به جای رسیدم که به خاطر خرج خودشون فروختم دادم خوردن و الان چند تا دیگه برای من بیشتر نمونده. با این همه کار و بعد از 12 سال زحمت این شده کل سرمایه من. دقیقا 9 تا گاو مونده و یه تلیسه و این هم آخورهای دیگه که من ساختم به خاطر گوساله هم بوده و این آخورها هم تماما پر گوساله بوده و این هم گوساله های من که 2 تا دیگه بیشتر نمونده. در صورتی که اینجا 10 تا 12 تا گوساله بوده و این قسمت هم که میبینید 45 تا گاو و تلیسه آبستن آماده زایمان که من از 1.5 سال پیش شروع کردم به فروختن و هی دادم خودشون خوردن تا به این روز افتادم. اینم یخچال من بوده که روزی 350 تا 400 کیلو شیر داشتم اینجا و اینم انبار منه که به جز کلزا و چند تا پرس که کلوش گندم بیشتر چیزی نمونده و اینم چند کیسه خوراک دام که چکی آوردم برای دهم و جای چکش هم خالیه و اون مسئولی که میشینه برای من اونجا تصمیم گیری میکنه و میگه نمیدونم این شیر باید از 4500 بالاتر نره. من نمیدونم اینا چجوری حساب میکنن که میگن دامدار ضرر نمیکنه و 25% هم سودشه. به داد دامدار برسید وگرنه شیر و گوشت رو باید مثل مرغ تو صف وایستن و با کارت ملی تهیه کنن اگه گیرشون بیاد. خدا قوت به همکاران گلم میگم و خدا نگهدار.